دوستان سلام و خوش اومدید به 23 ویدیو از مجموعه ویدیوهای جدید آموزش زبان آلمانی توی کانال یوتیوب ما. همونطور که میدونید ما در این ویدیوها بهترین های کتاب منشن و کتاب اشتارتن ویا رو به صورت همزمان به شما آموزش میدیم و شما رو برای هر چهار مهارت هوگن، شقایبن، شپقیشن و لزن آماده میکنیم. درس بندی های ما دقیقاً مطابق کتاب های منشن هست و ما گرامرها رو به ترتیب کتاب منشن با همدیگه پیش میریم. توی این درس میخواییم با همدیگه گرامر درس 23 کتاب منشن که توی درس 9 کتاب اشتارتن ویا اومده رو با هم یاد بگیریم. قبل از اینکه شروع کنم میخوام این نکته رو یادآوری کنم که اگر به مهاجرت فکر میکنید میتونید از خدمات گروه مشاورین معصومی برای ویزای تحصیلی، ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری و یا هر نوع دیگه ای از ویزا که فکرش رو بکنین استفاده کنید. اگر به کمک نیاز داشتید میتونید با شماره واتساپی که توی این ویدیو هست تماس بگیرید، به آدرس ایمیل ما ایمیل بزنید یا از هر طریقی که برای شما مطلوبه با ما تماس بگیرید. من مهسا نیکنامی هستم دوستان و به این ویدیو خوش اومدید. بازم مثل همیشه اول با گرامر درسمون شروع میکنیم. گرامر این درس راجع به حرف ربط دن هست. به حروف ربط توی آلمانی میگیم کنیوکتیون. کنیوکتیون یعنی حرف ربط. حالا اصلا ببینیم که حرف ربط ها چی هستن؟ حرف ربط ها لغاتی هستن که میان دو تا جمله رو به همدیگه وصل میکنن، در از دو تا جمله رو به همدیگه ربط میدن و باعث میشن که ما بتونیم جملات طولانی تری بسازیم. اولین حرف ربطی که ما میخواییم توی این کتاب ها باهاش آشنا بشیم حرف ربط دن هست. دن وقتی که به عنوان کنیوکتیون یا حرف ربط توی جمله باشه معنی چون که میده. دی کنیوکتیونن دن فربیندت زوی هاپتزتسه. هاپتزتس یعنی جمله اصلی. میگه حرف ربط دن متصل میکنه دوتا جمله اصلی رو به هم دیگه. فعل فربیندن یعنی متصل کردن. پس ما وقتی میخواییم دوتا جملهی که داریم رو به هم دیگه متصل کنیم از دن استفاده میکنیم. حالا اصلا معنی دن چی هست؟ دن ترجمه فارسیش میشه چون که، به دلیل این که یا زیرا. دی ساتس شتلونگ اندرت زیخ نیخت، یعنی جایگاه کلمات توی جمله تغییر نمیکنه. مهمترین نکته که راجع به کنیوکتیون های مختلف وجود داره این هست که اکثرشون باعث میشن که جایگاه لغات توی جمله تغییر کنه. خیلی از حروف ربط فعلمون رو میفرستن آخر جمله، اما دن حرف ربطی هست که خودش میاد جایگاه صفر قرار میگیره و چون توی جایگاه صفر قرار داره باعث میشه که جای کلمات نیازی به تغییر نداشته باشه. حالا توی مثال با همدیگه این قضیه رو بهتر بررسی میکنیم. بایشپیل، به عنوان مثال ما الان دوتا هاپتزاتس یا دوتا جمله اصلی داریم. جمله اولمون بوده Wir arbeiten gut zusammen، یعنی ما کار میکنیم خوب با هم دیگه، ما با هم دیگه خوب کار میکنیم. zusammen arbeiten یعنی با هم کار کردن. و جمله بعدی ist competent. competent یعنی لایق، به آدم های لایق میگن competent. حالا میخواییم بیایم این دوتا جمله رو به هم دیگه وصل کنیم، یعنی بگیم ما با هم دیگه خیلی خوب کار میکنیم چون که اون آدم لایقیه. پس بعد یه جوری این دوتا جمله رو به هم دیگه ربط بدیم. برای ربط دادنشون میتونیم از کنیوکتیون دن استفاده کنیم، یعنی بگیم Wir arbeiten gut zusammen denn ist competent.
ما با هم خوب کار میکنیم چون که اون آدم لایقیه. اتفاقی که افتاد الان اومدیم دو تا جمله رو به هم دیگه وصل کردیم. دن میاد در جایگاه صفر قرار میگیره، بنابراین اعضای جملهمون جابجا نشدن. ما گفتیم توی جمله های خبری فعل میاد موقعیت دوم قرار میگیره. الان با توجه به اینکه دن موقعیت صفر محسوب میشه، اومده موقعیت اول و فعلمون که صرف زاین هست و شده ایست همچنان در موقعیت دوم قرار داره. و نکته خیلی مهم این که قبل از دن همیشه کاما قرار میگیره و دقت کنید که توی قوانین نگارش کاما باید همیشه به کلمه قبلی نزدیک تر باشه، یعنی نباید وسط باشه و نباید به کلمه بعدی چسبیده باشه. مثلا توی این جمله کاما باید به سوزامن نزدیک تر باشه. حالا با همدیگه مثال های بیشتری رو بررسی کنیم. باز دوتا هابزاتس یا دوتا جمله اصلی داریم. جمله اول بوده Es war wunderbar. wunderbar یعنی شگفت انگیز، فوق العاده. میگه اون بود شگفت انگیز. و جمله بعد Wir hatten ein Traumwetter. Traum یعنی رویا و Traumwetter یعنی آب و هوای رویایی. پس میگه ما داشتیم یک آب و هوای رویایی. حالا باز میخوایم بیایم با همدیگه این جملات رو به همدیگه متصل کنیم، یعنی بگیم که اون شگفت انگیز بود، اون فوق‌العاده بود چون که ما یک آب و هوای رویایی داشتیم. خب جمله اول رو می نویسیم Es war wunderbar, denn چون که، و بعد جمله بعدی رو به همون صورتی که بود می نویسیم Denn wir hatten ein Traumwetter. اون شگفت انگیز بود چون که ما یک آب و هوای رویایی داشتیم. مثال بعدی جمله اولمون بوده Ich kann heute nicht kommen، یعنی من نمیتونم امروز بیام. و جمله بعدیمون Ich muss noch arbeiten، من باید هنوز کار کنم. حالا میخواییم به هم ربطش بدیم، بگیم من نمیتونم امروز بیام چون که من باید هنوز کار کنم. خب جمله اول رو می نویسیم Ich kann heute nicht kommen، بعد den رو می زاریم و بعد جمله دوم رو به همون صورتی که بود دقیقا می نویسیم. میشه Ich kann heute nicht kommen، den ich muss noch arbeiten. من امروز نمیتونم بیام چون که من هنوز باید کار کنم. بعد از اون میخوایم با لغاتی که راجب وتا یا آب و هوا هستن آشنا بشیم. اولین لغتی که میخوایم یاد بگیریم Der Untergang. Untergang یعنی غروب. غروب خورشید میشه Untergang. لغت بعد Sonnig. Sonnig یعنی آفتابی. از لغت Sonne میاد. Sonne یعنی خورشید. زونیش یعنی آفتابی. لغت بعدی لایشت بولکت. بولکت یعنی ابری. لایشت بولکت یعنی نیمه ابری. خود لغت لایشت یعنی سبک، منظورش ابری سبک، همون نیمه ابری. لغت بعد ولکیش. ولکیش از لغت ولکه میاد. ولکه یعنی ابر، ولکیش یعنی ابری و معادلش بدکت. بدکت هم یعنی ابری. لغت بعد در شاوا. شاوا یعنی بارش. لغت بعد در رگن. رگن یعنی باران و فعلش هست رگنن. رگنن یعنی بارون باریدن. پس وقتی میخوایم بگیم بارون میباره میگیم اس رگنت.
اس داره اشاره میکنه به آب و هوا، اسقیگنت یعنی بارون میباره. لغت بعد داس اون ویتا، خود ویتا یعنی آب و هوا، اون ویتا یعنی آب و هوای بد یا طوفان. لغت بعد نبلیش، نبل یعنی مه، نبلیش یعنی مهالود، یا لغت دیگه ای که براش داریم دونستیش. دونستیش و نبلیش هر دو یعنی مهالود. لغت بعد در شنی رگن، خود لغت شنی یعنی برف، رگن یعنی بارون. حالا شنی رگن وقتی که بارون و برف با هم دیگه همزمان میباره. لغت بعدی داس ترمومتا، ترمومتا یعنی دماسنج. لغت بعد ده هاگل، هاگل یعنی تگرگ. لغت بعد شنی، شنی یعنی برف و فعلش هست شناین، شناین یعنی برف باریدن. باز وقتی میخوایم بگیم برف میباره میگیم اس شنایت، اس باز اشاره میکنه به آب و هوا، اس شنایت یعنی برف میباره. لغت بعد دی شنیف لوکه، شنیف لوکه یعنی دانه برف. و عبارت بعدی اس ایست ویندیش، ویند یعنی باد، ویندیش یعنی بادی، میگه اون هست بادی، یعنی هوا بادیه، باد میاد. لغت بعد در رگن بوگن، رگن بوگن رنگین کمان. لغت بعد در فول موند، موند یعنی ماه، فول موند یعنی ماه کامل. لغت بعد ده تروپفن، تروپفن یعنی قطره. عبارت بعدی اس فیرت کلت این، کلت یعنی سرما و فعلمون اینجا فعل جدا شدنی این فیرن هست. این فیرن یعنی یخ زدن، منجمد شدن، میگه اون از سرما در حال منجمد شدنه. و لغت بعد ده تورنادو، تورنادو یعنی گردباد. حالا گفته وی ایس داس ویتا، یعنی هوا چطوره. داس ویتا به معنی آب و هوا. اولیش گفته اس ایس چون، یعنی اون زیباست، هوا قشنگه، هوا خوبه. اس ایس شلشت، شلشت یعنی بد، میگه اون بده، هوا بده. اس اشاره میکنه به ویتا. بعدی اس ایس کالت، اس ایس کالت یعنی اون سرده، هوا سرده. اس ایس وارم یعنی هوا گرمه، وارم یعنی گرم. و اس ایس هایس یعنی هوا داغه، هایس یعنی داغ. بعدی اس هاگلت یعنی تگرگ میباره. اس رگنت بارون میباره. اس شنایت برف میباره. بعدی اس ایست نبلیش هوا مهالوده. اس ایست بولکت هوا ابریه. اس بلیتس یعنی رعد میزنه. حالا اگر بخوایم بگیم رعد و برق میزنه میگیم اس دونرت اوند بلیتس، یعنی رعد و برق میزنه. اس ایست زونیش یعنی هوا آفتابیه. اس ایست شتورمیش، شتورم یعنی طوفان، شتورمیش یعنی طوفانی، پس میگه هوا طوفانیه. اس ایست ویندیش هوا بادیه. حالا با هم دیگه مروری داشته باشیم روی لزن درسمون.
Ins Wasser gefallen? Gefallen ماضی نقلی فعل fallen هست. Fallen یعنی افتادن، سقوط کردن. حالا ins Wasser gefallen یعنی توی آب افتادی؟ در اصل یه اصطلاحه. دقیقا معادل اصطلاح موش آب کشیده شدن که ما توی فارسی میگیم هست. یعنی خیس آب شدی، موش آب کشیده شدی، توی آب افتادی. زن قص پروبلم اولابز بلوگ یعنی وبلاگ مشکلات تعطیلات ساندرا. اولاب یعنی تعطیلات. اونزا اولاب ایست این ترام، تعطیلات ما هست یک رویا. داس وتا هی ایست زوپا، آب و هوای اینجا فوق العاده است. آلس ایست پرفکت، همه چی عالیه، همه چی بدون نقصه. کلینگت سیملیخ اون اینترسانت نیشت؟ فعل کلینگن یعنی به گوش رسیدن، به نظر رسیدن. سیملیخ یعنی نسبتاً و اون اینترسانت یعنی غیر جذاب، غیر جالب. پس میگه نسبتاً غیر جذاب یا غیر جالب به گوش میرسه، مگه نه؟ زو واس موشتن ویا زلبست ارلبن ابا فون اندرن لویتن هورن و در لیزن وولن ویا اس نیشت. میگه اینطوری ما میخواییم چیزها رو خودمون تجربه کنیم، اما نمیخواییم از دیگران بشنویم یا بخونیم. یعنی میگه ما همه چی رو میخواییم خودمون تجربه کنیم، ولی نمیخواییم به گفته ها یا شنیده هامون از دیگران گوش بدیم. باز اینجا فعل erleben رو داریم. erleben یعنی تجربه کردن. Und Urlaubsfotos vom Superbadestrand möchten wir bitte auch nicht sehen. Urlaubsfotos یعنی عکس‌های تعطیلات. میگه و عکس‌های تعطیلات از پلاژ‌های ساحلی فوق‌العاده ما نمی‌خوایم که ببینیم لطفاً. Warum auch؟ چرا؟ Das Internet ist ja schon voll davon. اینترنت از اونا پره. In diesem Blog sammle ich Bilder und Texte über Problem Urlaub. فعل sammeln رو داریم. Sammeln یعنی جمع‌آوری کردن. میگه در این وبلاگ جمع‌آوری می‌کنم من عکس‌ها و متن‌های رو درباره مشکلات تعطیلات. Ist bei dir auch schon mal ein Urlaub so richtig in Wasser gefallen? میگه آیا برای تو هم یا نزد تو هم تا به حال یک تعطیلات موش آب کشیده شده، یه تعطیلات خیس آب شده؟ Dann mach mit und schick mir deinen Text. اینجا امریه فعل mitmachen رو داریم. mitmachen یعنی شرکت کردن، همکاری کردن. میگه پس شرکت کن و بفرست برای من متنت رو. باز امری فعل شیکن رو داریم به معنی فرستادن، ارسال کردن. نیشت مهر از 100 ورته و ام بستن میت فوتو. میگه که بیشتر از 100 کلمه نباشه و بهتر از همه با عکس، یعنی ترجیحاً با عکس باشه. نمره آ، در وینتر این استرایش وار مال ویدا فیل تو لانگ و تو هارد. زمستون در اتریش بود دوباره خیلی طولانی و خیلی سخت. ویا هاتن لوست آف فرولینگ، ما میل به بهار داشتیم. فعل لوست هابن یعنی میل داشتن. Also haben wir ins Wohnmobil gesetzt und sind losgefahren. Wohnmobil ماشینایی هست که برای سفر مجهزش میکنن. میگه همچنین ما توی Wohnmobil نشستیم و به راه افتادیم. اینجا فعل losfahren رو داریم. losfahren یعنی حرکت کردن، به راه افتادن. یک فعل حرکتیه، بنابراین با فعل کمکی زاین میاد و ماضی نقلی خودش میشه لوس گفاغن.
Unser Ziel war Südtirol, denn dort ist es im März oft schon so warm wie bei uns im Mai. Ziel یعنی هدف، مقصد. میگه مقصد ما بود زودتیرول یا همون تیرول جنوبی، چون که اونجا هست توی ماه مارس اغلب به گرمیه مثل پیش ما توی ماه می. اینجا باز دقیقا گرامر درسمون رو داریم. دن اومده دوتا جمله رو به هم وصل کرده. جمله اول بوده اونزاد سیل وار زودتیرول، یعنی هدف ما زودتیرول بود، و جمله دوم بوده دورت ایست اس این مرز افت شون زو وارم وی بای اونس این مای. پس میگه مقصد ما زودتیرول بود چون که اونجا توی مارس مثل پیش ما توی ماه می گرمه. ام ارسن تاگ وار آلس پرفکت. روز اول همه چیز عالی بود. تولس ویتا، آب و هوای فوق‌العاده. در هیمل وولکن لوس، آسمان بدون ابر. هیمل یعنی ابر و وولکن لوس یعنی بدون ابر. پسوند لوس توی آلمانی همون پیشوند بی هست توی فارسی. وولکن میشد ابر، حالا وولکن لوس یعنی بی ابر، بدون ابر. پس میگه آسمان بدون ابر. تمپراتورن زویشن 18 و 22 گراد، درجه حرارت بین 18 و 22 درجه. بیس زوم شپتن نخمیتک هابن وی آف اونزرم کامپینگ شولن این در زون گزرسن. تا اواخر بعد از ظهر ما روی صندلی های کمپینگمون توی آفتاب نشسته بودیم. Am nächsten Morgen wache ich auf und denke. باز فعل جدا شدنی aufwachen رو داریم به معنی بیدار شدن. میگه که صبح روز بعد بیدار میشم و فکر میکنم. Warum ist es so kalt hier? چرا اینجا اینقدر سرده؟ Ich öffne die Tür und habe die Antwort. فعل افنن یعنی باز کردن. میگه من باز میکنم در رو و پاسخ رو دارم. 15 سنتیمتر نوی شنی بای مینوس 2 گراد، 15 سانتیمتر برف نو، نوی شنی یعنی برف نو، برف تازه، به همراه یا نزد منفی 2 درجه. تیا هابه ایش گداخت Da sind wir wohl nicht weit genug nach Süden gefahren. میگه بله، من با خودم فکر کردم که ما به اندازه کافی به جنوب نروندیم، به قدر کافی به جنوب نرفتیم. genug یعنی کافی. نفر بعد Unser Sommerurlaub in Schwarzwald war unglaublich. زوما اورلاب یعنی تعطیلات تابستانی. زوما یعنی تابستون. میگه که تعطیلات تابستونی ما توی جنگل‌های سیاه بود غیر قابل باور. unglaublich یعنی غیر قابل باور، باور نکردنی. wir vergessen ihn sicher nie. ما قطعاً هرگز اون رو فراموش نمی‌کنیم. این داره اشاره میکنه به اون اولا، به اون تعطیلات. حالا اینجا نقش آکوزاتیو داره چون میگه ما او را فراموش نمیکنیم. تعطیلات اولا، آرتیکلش دره، پس ضمیرش میشه ار و آکوزاتیوش میشه این. Wir hatten eine Ferienwohnung in einem schönen alten Haus. Ferienwohnung یعنی خونه تعطیلاتی یا همون ویلا. میگه ما داشتیم یک ویلا توی یک خونه قدیمی زیبا. unsere Zimmer waren ganz oben direkt unter dem Dach. میگه اتاق‌های ما به خاطر اندونگ ای که اینجا اضافه شده میفهمیم آرتیکل سیما اینجا دی بوده، یعنی جمع بوده. پس میگه اتاق‌های ما بودند کاملا بالا. oben یعنی بالا، مستقیما دقیقا زیر سقف،
Dach به معنی سقف. Leider waren wir nur ein paar Stunden in der Wohnung. Denn dann ist das Unwetter gekommen. باز اینجا گرامر درسمونه میخواد کنجکسیون دن رو با ما تمرین کنه. میگه که متاسفانه بودیم ما فقط چند ساعتی توی اون آپارتمان، چون که سپس طوفان اومد یا آب و هوای بد اومد. باز جمله اولمون بوده Leider waren wir nur ein paar Stunden in der Wohnung، کما و بعد den رو آوردیم به معنی چون که، den اومده جایگاه صفر و فعلمون همچنان موقعیت دوم قرار داره. Zuerst nur Gewitter mit Regen, aber dann ein Sturm mit bis zu 160 Kilometer pro Uhr Geschwindigkeit. Zuerst یعنی ابتدا. ابتدا فقط رعد و برق و بارون. گویتا هم به معنی طوفان هست، هم به معنی رعد و برق. ابتدا فقط رعد و برق با باران، اما سپس یک طوفان، شتورم یعنی طوفان، یک طوفان با سرعت تا 160 کیلومتر بر ساعت. گشویندیگکایت یعنی سرعت. اس وار فورشتبار، میگه اون وحشتناک بود. فورشتبار یعنی وحشتناک. این نور 5 مینوتن وار داس هاوس داخ توتال کاپوت، میگه فقط در 5 دقیقه بود سقف خونه کاملا خراب. هاوس داخ یعنی سقف خونه، توتال کاملا و کاپوت یعنی خراب. Zum Glück haben wir noch am selben Tag eine andere Wohnung gefunden. Zum Glück یعنی از خوشبختی، از روی خوششانسی، ما توی همون روز، am selben Tag یعنی در همون روز، یک آپارتمان دیگه پیدا کردیم. اینجا ماضی نقلی فعل فیندن رو داریم که خود فعل تبدیل میشه به گفوندن، و چون که فیندن یک فعل غیر حرکتی هست، با فعل کمکی هابن اومده که برای ویا صرف شده. فامیلی انکه آس کل، خانواده انکه از شهر کل. و نفر بعد، Letztes Jahr sind wir zum Segeln an die Ostsee gefahren. Letztes Jahr یعنی سال گذشته، پارسال. سال گذشته ما برای قایق سواری به دریای بالتیک روندیم یا به دریای بالتیک رفتیم. باز اینجا با پرفکت فعل فاغن روبرو هستیم. فاغن یعنی راندن یا رفتنی که با وسیله نقلیه باشه. فاغن خودش توی حالت پرفکت تبدیل میشه به گفاغن، یک فعل حرکتیه، پس با صرف فعل زاین میاد که برای ویا صرف شده و شده زیند. Es war nur ein Kurzurlaub, aber es war wunderbar, denn wir hatten ein Traumwetter mit viel Sonne und Wind. میگه اون بود فقط یک تعطیلات کوتاه. کورتس یعنی کوتاه. کورتسولاب تعطیلات کوتاه. آبا اما، یکی دیگه از کنجکسیونای ما آبا هست. آبا یعنی اما. باز قبل از آبا همیشه کاما میاریم و آبا هم مثل دن میاد در جایگاه صفر قرار میگیره. یعنی آبا الان جایگاه صفره و چون جمله خبریه، فعل همچنان موقعیت دوم قرار داره. پس میگه اون فقط یک تعطیلات کوتاه بود، اما اون بود فوق‌العاده، چون که حالا باز گرامر دن و قبل از دن کما آمده. چون که ما داشتیم یک آب و هوای رویایی، ترام یعنی رویا و ترام و تا یعنی آب و هوای رویایی. میت فیل زون اون ویند، با خورشید زیاد و باد. دیزس یار وارن ویا ویدا دورت، هاتن ابا لایدا پیش.
میگه امسال بودیم ما دوباره اونجا، اما ما متاسفانه بدشانسی داشتیم. فعل پیشابن رو داریم اینجا. پیشابن یعنی بدشانسی آوردن، بدشانس بودن، که اینجا چون که داره راجع به گذشته صحبت میکنه، هابن رو به صورت گذشته آورده، که گفتیم ما فعل هابن رو گذشته سادش رو همیشه استفاده میکنیم که میشه هاتن. پس میگه اما متاسفانه بدشانسی داشتیم. فنف تاگ لنگ کین بیشن ویند. کین بیشن یعنی بدون حتی یکم. پس میگه به مدت 5 روز، فنف تاگ لنگ یعنی به مدت 5 روز بدون حتی یکم باد، کین زونه بدون خورشید، نور نبل فقط مه، آلس گرا اون فاربلوس همه چیز خاکستری و بدون رنگ. گفتیم که پسوند لوس همون پیشوند بی توی فارسی هست، الان فاربلوس یعنی بی رنگ، بدون رنگ. اون دست بای گقد ما زیبن گقد، به همراه درجه حرارت 7 درجه سانتیگراد، گراد یعنی درجه سانتیگراد. سونگلوک هاتن ویه وارم پولووا und einen Reiseführer mit ein paar brauchbaren Tipps dabei. Zum Glück, یعنی از روی خوششانسی یا خوشبختانه، خوشبختانه داشتیم ما پولیور گرم، وارم یعنی گرم، و یک راهنمای سفر. Reiseführer یعنی راهنمای سفر. حالا میتونه یک شخص باشه یا منظور کتاب راهنمای سفر باشه. پس میگه از خوشبختانه ما داشتیم پولیور گرم و یک راهنمای سفر با تعدادی راهنمایی های به درد بخور به همراهش. تیپ یعنی راهنمایی و براخبار یک صفت هست. براخبار یعنی قابل استفاده، به درد بخور. و این پارک یعنی چند تا، میگه با چند تا راهنمایی به درد بخور. Nächstes Jahr fahren wir lieber wieder in den Süden, ans Mittelmeer, denn dort ist es auch spät im Herbst noch schön warm. Nächstes Jahr یعنی سال بعد، سال آینده. میگه سال بعد میریم ما یا میرونیم ما ترجیحاً دوباره به جنوب. lieber یعنی ترجیحاً و زودن یعنی جنوب. انس میتلمه به دریای مدیترانه، دن چون که، باز داریم دو تا جمله رو به هم دیگه ربط میدیم، چون که اونجا هست همچنین تا اواخر پاییز. شپت یعنی دیر، حالا شپتیم هربست یعنی تا اواخر پاییز، همچنان هنوز به خوبی گرم، یعنی میگه که توی دریای مدیترانه حتی تا اواخر پاییزم هوا خیلی گرمه. بعد کارلا اوند فرانکا از لوتسرن، میگه بعد کارلا و فرانکا از شهر لوتسرن. بعد از اون با همدیگه مروری داشته باشیم روی حقوقن درس 23 کتاب منشن. هاخ رگن 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 وی لنگ زول دستن نخ ویتا گین. میگه آه بارون بارون بارون، چه مدت باید اون همچنان ادامه پیدا کنه. و فقاگه ویلانگه یعنی چه مدت و فعل وایتاگین یعنی ادامه پیدا کردن. آخ مان، وای مرد، وای پسر. داس ایست اون موگلیش، میگه این غیر ممکنه. موگلیش یعنی ممکن و اون موگلیش غیر ممکن. حالا دوستش اومد، گوتن مورگن لاورا، صبح بخیر لارا. مورگن ساندرا، صبح بخیر ساندرا. هیمل نخمال ایست داس کالت. هیمل یعنی آسمون، میگه دوباره آسمون
اون سرده داست داره اشاره میکنه به هوا، میگه هوا سرده، کالت به معنی سرد. بیته لطفاً کانست دو نیشت این بیشن زوننشاین فور میش ماخن؟ زوننشاین یعنی تابش خورشید، همون آفتاب. میگه نمیتونی تو یکم آفتاب برای من درست کنی؟ نمیتونی یکم آفتاب برام بیاری؟ زوننشاین آفتاب توت میالاید لارا، متاسفم لارا. توت میالاید یک اصطلاحه به معنی متاسفم. متاسفم لارا، آبا داسیست اون موگلیش، اما اون غیر ممکنه. اون موگلیش غیر ممکن، واقوم دن چرا پس؟ دو موست نور دی ریگن ولکن وگ ماخن، تو باید فقط ابرهای بارونی رو دور کنی. ریگن ولکن یعنی ابرهای بارونی، خود ولکه یعنی ابر، جمعش میشه ولکن و ریگن ولکن ابرهای بارونی. و فعل بعدی فعل وگ ماخن، وگ ماخن یعنی دور کردن. چیا توت میان لاید، بله متاسفم، داسیست زین لوس، این بیمعنیه. باز زین لوس یعنی بیمعنی، خود زین یعنی معنا و مفهوم، حالا زین لوس یعنی بدون معنا، بدون مفهوم. ازین فیل تو فیله، اونها خیلی خیلی زیاد هستن. اس داره اشاره میکنه به همون ریگن ولکن، به ابرهای بارونی. هاخ داس ایست بلود، اون احمقانه است. بلود یعنی احمقانه. کانست دو استن گار نیشت ورم ماخن؟ میگه که نمیتونی تو پس اون رو اصلا گرم تر کنی؟ وارم میشد گرم. ما توی ویدئوی قبلی یاد گرفتیم که صفتهایی که تک بخشی باشن و حرفی داشته باشن که املاوت بگیره، یعنی آ، او و او داشته باشن، مثل وارم. وارم الان هم تک بخشیه هم آ داره که میتونه املاوت بگیره. برای ساخت صفت تر یا کمپاراتیوشون علاوه بر اینکه به انتهاشون ار اضافه میکنیم، املاوت هم به اون حرفی که املاوت میگیره اضافه میکنیم. پس وارم تبدیل میشه به ورما. وارم یعنی گرم، ورما یعنی گرمتر. پس میگه نمیتونی تو اصلا اون رو گرمترش کنی؟ نیشت مال این بیشن، حتی فقط یکم. این بیشن یکم. ایشتن که داسیست مخبار، من فکر میکنم که این شدنیه، این قابل انجامه. پسوند بار وقتی که به لغات اضافه میشه یعنی قابلیت اون کار رو دارن. حالا مخبار یعنی شدنی، قابل انجام. هیا بیته، اینجا بفرمایید. دو بیسلیب، تو عشقی، تو عزیزی، دانکه، ممنونم. یه لیوان حالا داده بهش که یه چیز گرم بخوره. فورزیشت هایس، فورزیشت یعنی احتیاط، میگه احتیاط، احتیاط کن. هایس داغه، هایس یعنی داغ. نه شون بسا بهتره، یا فیل بسا، بله خیلی بهتره. دو بیست این شاتس، تو یک عزیزی، شاتس یعنی عزیز. و توی قسمت بعد میخوایم هیمل ریشتونگن یا جهتهای جغرافیایی رو با همدیگه یاد بگیریم. اولین جهت نوردن، نوردن شمال. بعدی زودن جنوب. اوستن یعنی شرق. وستن یعنی غرب. حالا اگر بخوایم اینا رو به یک مکان نسبت بدیم، مثلا بخوایم بگیم آلمان شرقی، این ان انتهاش رو حذف میکنیم، مثلا میگیم اوست دویچلاند، آلمان شرقی، یا وست دویچلاند، آلمان غربی. جهت بعدی نورد اوستن یعنی شمال شرقی، زود اوستن
جنوب شرقی، زود وستن جنوب غربی و نورد وستن شمال غربی. و قسمت بعدی میخواییم با همدیگه مروری داشته باشیم روی ایمیل نوشتن توی زبان آلمانی که مبحث خیلی مهمی هست. اول از همه بیایم سراغ آنقده یا مخاطبمون. وقتی که یک ایمیل دوستانه می نویسیم، مخاطبمون رو می تونیم براش از لیبه و یا لیبا استفاده کنیم. لیبه و لیبا هر دو به معنی عزیز هست. برای خانوم ها از لیبه استفاده می کنیم، مثلا می گیم لیبه ماریا، و برای آقایون از لیبا استفاده می کنیم، مثلا می گیم لیبا مایک، یعنی مارک عزیز یا ماریای عزیز. حالا به عنوان تمرین توی این درس میخواییم که یک ایمیل بنویسیم و تعطیلاتمون رو برای یک نفر توضیح بدیم. شما هم میتونید به عنوان تمرین این ایمیل رو بنویسید. خب، نکته اصلی توی ایمیل نوشتن اینه که بعد از اینکه مخاطبمون رو نوشتیم، جمله اول با حرف کوچیک نوشته میشه. با اینکه اول جمله هست، ولی همیشه اولین جمله ایمیل ها با حرف کوچیک هست. الان اینجا ویا هم و با حرف کوچیک نوشته شده. Wir sind gerade auf Kreta und haben dieses Jahr wirklich Glück, denn das Wetter ist ein Traum. میگه که ما هستیم در حال حاضر توی کرتا. کرتا یک جزیره هست. ما وقتی میخواییم بگیم توی یک جزیره ای، برای جزیره ها از حرف اضافه آف استفاده میکنیم. پس میگه ما توی کرتا هستیم و امسال واقعا خوششانسی داشتیم، خوششانس بودیم، چون که باز از حرف ربط چون که استفاده میکنیم و قبلش کما. چون که هوا یک رویاه. دیزون شاینت، خورشید میتابه. فعل شاینن به معنی تابیدن. اون اس گفلت اونس ریختیگ گوت، و اون به خوبی مورد علاقه ماه، یا ما خیلی از اون خوشمون میاد. ویر ماخن آوسفلوگه oder sind am Meer. Ausflug یعنی گردش و جمعش میشه Ausflüge. حالا Ausflüge machen با هم یعنی گردش کردن. پس میگه ما گردش میکنیم یا هستیم لب دریا، کنار دریا. Meer به معنی دریا. Ein Lieblingsrestaurant haben wir auch schon gefunden. یک رستوران مورد علاقه هم ما همچنین پیدا کردیم. Dort essen wir fast jeden Abend Fisch. اونجا میخوریم ما تقریبا هر عصر ماهی. Total lecker. کاملا خوشمزه. کاملا لذیذ. Lecker به معنی خوشمزه و لذیذ. So ist das Leben wunderbar. اینطوری زندگی فوق‌العاده است. Bis bald und liebe Grüße. تا بعد و با درود با عشق. یکی دیگه از قسمت‌های اصلی ایمیل یا نامه همون گروس فرمل هست که اینجا از گروس فرمل لی به گروس استفاده کرده و در انتها اسممون رو می نویسیم که اینجا نویسنده نامه هانس بوده. و توی آخرین قسمت درسمون با همدیگه مروری داشته باشیم روی پسوند لوس. پسوند توی آلمانی میشه سوفیکس. سوفیکس لوس، پسوند لوس. پسوند لوس در اصل همون پیشوند بی یا بدونه توی فارسی هست. مثلا وقتی میگیم بیکار یا بیرنگ. خب، حالا بیایم با همدیگه چند تا مثال ببینیم. لوس میتونه که به یه سری اسم اضافه بشه و صفت ایجاد کنه. مثلا به arbeit los رو اضافه میکنیم. arbeit یعنی کار. arbeitslos بیکار. bewegung یعنی حرکت.
حالا بوگونگسلوس یعنی بی حرکت، بدون حرکت. بعدی اند یعنی انتها، پایان. حالا انلوس بی پایان. بعدی گفولوس. گفولوس یعنی بدون احساس، بی احساس. و میتلایتلوس یعنی بدون احساس همدردی. شپراخلوس یعنی بدون صحبت. و فرانتورتونگسلوس یعنی بدون احساس مسئولیت، بی مسئولیتی. این بود از درس 23 ما. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشین. یادتون نره که اگر سوال یا نظری داشتید توی کامنت ها حتما برای ما بنویسید. همینطور اگر سوالی راجع به زبان داشتید میتونید سوالاتتون رو توی قسمت کامیونیتی کانال یوتیوب ما برای ما کامنت بذارید. ما حتما در اسرع وقت به تمامی سوالات شما پاسخ میدیم. من مهتا نیکنامی هستم دوستان و تا ویدئوی بعد خدا نگهدار.